Native English speakers almost never use I think. Instead, they use these 10 useful introductory expressions to express their opinions. گویندگان اصل انگلیسی تقریبا هرگز I think را به منظور ابراز نظریاتشان استفاده نمی کنند. به جایش آنها از این 10 اصطلاحات مقدماتی برای ابراز یا اظهار نظریاتشان استفاده می کنند. I suppose یعنی من گمان می کنم. من فکر می کنم. It seems to me به من معلوم میشه. It seems to me that people prefer to live alone. به من تو معلوم میشه که مردم ترجیح میتن تنها زندگی کنن. To my knowledge یعنی به دانش من. بازم هم تو معلوم میشه که به نظر من یا به دیدگاه من. To my knowledge, people should contribute one another. به نظر من، به دیدگاه من یا از دانشی که من دارم ای است که مردم باید به یکدیگر همکاری کنند. In my opinion, به نظر من. In my opinion, learning English online is helpful. به نظر من، آموزش انگلیسی آنلاین مفید است. I assume یعنی من گمان میکنم. I assume teachers are getting less paid. من گمان میکنم که اساتید معاش کم دریافت میکنم. To me, یعنی به نظر من بسیار کوتاه. Me, it's good to eat food at home. به نظر من خوب است که غذا را در خانه بخوریم. I consider, من ملاحظه میکنم یا من فکر میکنم یا من در نظر میگیرم. Consider the government should help poor people in bad situation. من فکر میکنم که دولت مردم را در حالت بد کمک نماید. I believe یعنی من باور دارم. I believe working hard makes you a successful person. من باور دارم یا فکر میکنم که تلاش کردن شما را یک شخص موفق میسازد. I reckon it's late. We should not go to the city. من فکر میکنم نوبت شده نباید به شهر بریم. Be careful, keep in mind when you want to take TOEFL speaking program, try to use I would say as an introductory expression to express your opinion. باید داشته باشین زمانی که امتحان TOEFL را سپری میکنین نسبت به اینکه I think بگین, I believe بگین یا از دیگر اصطلاحات استفاده خوب است بگین I would say word needs to pay deep consideration to the climate change. من فکر میکنم که جهان باید توجه جدی را بالای تغییر اقلیم داشته باشد.